از جمله از گروه از دسته آزادگان، جمع آزاده اصیل نجیب و آزادگان. مرداد یه بار گفت ایرانیانم معنی میده بعضی جاها، بعضی جاها کودکی از جمله آزادگان رفت برون با دو سه همزادگان. اصلا وزن کودکی از جمله آزادگان رفت برون با دو سه همزادگان. عجب قشنگه. همزادگان یعنی جمع همزاده هست. سن سالا بری بکس برو بکس بذار من اینو بنویسم بچه ها دوست دارن با برو بکس. برو بکس برو بچه شنیده بودم. برو بکس برو بکس پیشرفته برو بچه به بلوغ رسیده. برو بچه برو بچه بعد دیگه این بچه خودش شده بکس. برو بکس خب با برو بکس رفت. قبوله؟ قبوله. ننویسین آقا شوخی کردم. بذار آقا شوخی کردم. برو بکس قبوله؟ آ منتظری یه دونه مراد نظری دو سه داره دیگه بازش نکنیم. دیگه بازش نکنیم دیگه دو تا عددن دیگه دو سه. دو سه با هم مراد نظیر دارن درسته؟ بله. خیلی خب اینم هست. بذارش بریم سراغ دستور. بریم مرتبش کردیم. کودکی از جمله آزادگان رفت برون با دو سه همزادگان. کودکی از جمله آزادگان با دو سه تا از همسن و سالار رفت بیرون. بیرون رفت. حله؟ خب برای بچه. خب مرداد جان مداد میخوای؟ خب از طرف خودت هم میتونی مداد برداری. رفت فعلش آقا هیچی نمیخواد، نه مفعول بخواد نه مستتر بخواد، هیچی نمیخواد. هیچ لامصب. خب کی بیرون رفت؟ کودک. کودک میشه چی؟ نهاد. نهاد. بله. نهاد. از چیه؟ از آقا حرف اضافه دیگه. از جمله جمله هم میگفتیم از دسته دیگه. از جمله از دسته. قبوله؟ خیلی خوب. پس این میشه متمم. متمم دسته آزادگان. من معنیش هم میکنیم که آزادگان آقا اولا جمع اسم، اسم مضاف الیه. خیلی خوب. با همزادگان بیرون رفت. دو سه یه کلم از انگار. آره دو سه تا. خب ببین دو سه کلن سفار چی بگم سفارش صفت شمارشی واسه همزادگان. حالا اگر دو تا هم بگیریم دو همزاده سه همزاده که نمیشه بگه هم با دو تا هم با سه تا. به خاطر این دو سه رو ما با هم دیگه میگیم یه واژه. یه واژه ولی انگار چیه؟ شمارشی. نه شمارشیه دیگه. آره. پیشینه. انگار خیلی مطمئن نبوده یا واسهش مهم نبوده. ببین ناکو من میخوام یه چیزی بگم و پس پرده اصلا اینو نمیخوای یادداشت کنی، فقط پس پرده ذهن داشتش. دو سه داره میگه یه جوری ابهام نداره. شاید این دو سه کسی هم تاله بررسی نکرده اینو. دو سه مثل چند باشه و اون وقت صفت مبهم بشه چون نمیدونه دو تا سه تا چند تا. ببین اگر بخوای خیلی فارسی بهش نگاه کنی این صفت مبهمه. صفت مبهمه یعنی چند. بله قبوله؟ نه در صورت ساد پیسه به هر صورت سبت پیشینه دیگه. بلش کن همزادگان برمیگرده به باه. بله اولی اسم بعدشه با همزاده ها میشه چی؟ متمم. حالا همه چی تکیفش معلوم شد فقط این بدبخت نهاد میگم نهاد بدبخت غیده. خب نها کن برو این غید مکان بیرون داخل درون او او بالا پایین قبوله؟ غید قبول داری مرداد جان دیگه؟ صد در حل صد در هزار. خب یکی بود میگفت صد در هزار گفتم صد در هزار میشه در درصد. خیلی خب زیاد جدی نگیری صد در هزار اصلا میخواست خیلی زیادش کنه گفت صد در هزار گفتم این در درصد. دیدی میگن حرف بلد نیستی حرف نزن اینم همونه دیگه. نه اینجوریه اینجوریه اصلا تو هم خودت بلد نیستی مثالو نگو. میگه حرف زدن اگه بلد نیستی حرف نزدن رو که بلدی اینجوری باید بیانش کنی. باشه آقا منتظری حالت میگیره. باشه دارم برات چاکرم. آقا مرداد ما خیلی مخلصیم داداش. همه تیکه انداختنه از خاطر دوست داشتن زیاده. زیاده من اصلا به مرداد گیر ندم به کی گیر بدم. یه روز نبینمش اینگه اون روزم کم نمیشه. کودکی از خانواده های اصیل و نجیب با دو سه نفر از همسن و سالهایش برای بازی بیرون رفت. خیلی خوب این از این. مرداد جان میریم سراغ کی؟ بیت بعدی. پای چو در راه نهاد آن پسر تا رفت پویه همی کرد و در آمد به سر. پویه کرد ولی در آمد به سر. پویه کردن یعنی دویدن آقا. تک و پو. تکم یعنی دویدن، پو هم یعنی دویدن. یه جور دویدن خاصی که در واقع حالا با شادی و فلان و اینا قبوله. خیلی خوب این پویه کردن و ببین دویدنه قبوله. بله. بعد در آمد به سر میریم وارد میشیم. آقا منتظری اول باجاره دیگه ده را نهادان پسر ده ده ده, ده, ده. ببین ده 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 ر ر ر سه تا ده و ر قبوله. خب
سر پسر سر خب در سر ببین نگاه کن این پسر جنس ناهمسان افزایشی پ افزایش داره در و سر آقا نگاه کن ببین در حرف اضافه است بی معنا سر چی معنا داره 500 بار گفتیم معنا داره با بی معنی یه دونه معنا دار میتونه در واقع برای ما جناس درست کنه حتی کوچولی باشه پای و سرم با هم مرات نظیر دارن 100 درصد دیگه دارن دیگه خلق اینم کنایه پای در راه نهادن پای چو در راه نهاد پا در پا رو در راه قرار داد مثلا بعد پا رو گذاشت اونجا بمون نه خیر پا در راه قرار داد یعنی راه افتاد حرکت کرد شروع به حرکت کرد حله حله صد درصد الان میریم زمین شک نکنید به سر در آمدن یعنی به زمین خوریدن به سر در آمد یعنی با سر خورد تو زمین پس پرده سر نگون شد به زمین خورد خیلی خوب اینم یاد گرفتیم خب حالا از لحاظ الدستور سه جمله آمنتظری با اجازت مرتبش کردیم آن پسر چو پای در راه نهاد یا پای چو در راه نهاد خیلی خوب پویه همی کرد یه جمله به سر درآمد درآمد به سر گفتیم به سر درآمد خب قبوله خیلی خوب حالا میخوایم بریم سری نقشه رو پیدا کنیم آقا آن پسر پای چو در راه نهاد یا چو آن پسر پای در راه نهاد خب چه چیزی را در راه پای را پای را میشه مفعولش کی این کار کرد پسر نهاده خب آن صفت پیشین از نوع اشاره است قبوله خیلی خوب چو هم یعنی وقتی که اصلا حرف ربط نقش نه در حرف اضافه راه میشه متمم حله پویه همی کرد چی کار کرد دوید آره ما اینجوری معنی کرده بودیم پس بهتره یه فعل بگیریمش آقا منتظر یه فعل بگیری ولی اگه اینکه ازت پرسید پویه همی کرد مفعولش کجاست میگه پویه چه کاری رو انجام داد پویه را بله قبوله خیلی خوب این از به سر درآمد اینم یه فعله ولی خب حالا درآمد یه فعل میگیریم به حرف اضافه سر میشه پس اونجا پویه را مفعول بزن چه کار انجام داد پویه مفعول اگه بخوای اینجوری بگی بله حالتو میگیره خیلی خوب برای بچه هم یه سری با هم دیگه کلهایی داریم که این کلها به شما ربطی نداره آن پسر وقتی راه افتاد شروع به دویدن کرد و به زمین خورد داره خیلی خوب حالا دیگه چی؟ پایش از آن پویه در آمد زده است مهر دل و مهره پشتش شکست چقدر قشنگه پاها از این پویه کردنه در آمد سه دست نگاه کن مهره پشت یعنی مهره ستون فقرات قبوله؟ مهر و دل و اینا رو که بلدیم چیز اینا پویه هم که بچه ها دیگه آره. میدونند این ا مال زه ها آره. انیز مهر دل دل ما در فارسی نداریم یعنی دیگه دوشتا چی بیمندی رو نمیده خب شاید مثلا مخفف دل باشه یه وقتی من کاری ندارم با اون ولی مرزا جان بریم سراغ آرایه ها اولین آرایه واژه‌ایش ببین پایش از آن پویه در آمد دست مهر دل و مهره و پشتش شکر آها ببین این اینجا خودشو داره نشون میده سه تا شه چسبیدن به هم هی دارن خب مراد نظیرم داره بین پا و دست دل اعضای بدن نویله چه کن کنایه دارم برات پای از دست در آمدن اوه ببین پایش از آن پویه در آمد دست آقا پا از دست در اومد ببین پا از اختیارش در اومد اختیار پا رو از دست داد پاش که در حالت سرنگونیشو داره میگه بی اختیار شدن آره. کنترل از دست دادن خیلی عالیه مهر دل شکستن یعنی ناراحت شد مهر دل کجا شکست کنایه است ناراحت شد مهر دل شکست یه دل شکست اوله خود دل شکستن هم کنایه است دل که نمیشکنه که داداش اصلا گوشت نمیشکنه باید ببریمش میشه ببریش نمیتونی بشکونیش هندونه هم همینطور بعد حتی هندونه میشکنه بعضیا آقا ما یه فامیلی داریم خب مثلا هیچ وقت نمیگه آقا هندونه رو مثلا بردار نصف کن ببر بریدن استفاده نمیکنه شکستن استفاده یه بار باور کن یه بار استفاده که برو مثلا یه هندونه بشکنیم بیاریم مثلا بشکنیم بیاریم میگه میخوام بندازه زمین بشکنیم بیاره یه بارم گفت یه هندونه پاره کن بخوریم با پاره کردن زیاد شد آره ولی هیچ وقت این هندونه رو بگیر مثلا از وسط ببر و استفاده نمیکنه یا میشکونه هندونه رو یا پاره میکنه مثلا نمیتونه عادی برخورد کنه با قضیه درود میفرستم به اون فامیل و تمام شما ها که اندونه رو یا میشکنید یا پاره میکنید خیلی آقا
این دلم از این موره پشت شکست آسیب دید. اینجا لزومن اون موقع مثلا امارای نبود در جا ببینه بگه موره پشت شکسته آقا موره 54، نه این منظور آقا آسیب استخوانی دیده، آسیب جسمی دیده. بریم سراغ دو تا جمله است. پایش از آن پویه ز دست درآمد، مرتب کردیم مهر دل و مهره پشتش شکست. بله آقا، من همین الان درآمد فعله. آره مفعول داره. ببین پایش درآمد، خب نهادش پای مفعولم که نداره، اینم نهاد پای او. پای او میشه مضاف الی از حرف اضافه. آن به پویه وصله، نمیتونم بگم آن خودش متممه، پس ساد په این میشه رد میشه متمم، حرف اضافه متمم، متمم تمام شد. مهر دل و مهره پشتش شکست. آقا شکست یعنی شکسته شد اینجا. یه شکست داریم یعنی مثلا میگه مرداد شیشه را شکست. اینجا یعنی مهر شکست، دل شکست، مهره پشتش شکست. یعنی شکسته شد. آره. میخواد بگه که اینجا مفعولی در کار نیست. چی شکسته شد؟ مهر میشه نهاد. مهره اینم نهاده. بله مرداد جان ممکنه یکی بهت بگه آقا منتظری. بله حالا بذار من اینو بگم بعد بگم چی آقا منتظری. مهره دل، دل که اسم میشه مضاف الی. خب مهره، مهره پشت، پشتم در واقع اسم اینجا، اسم اینجا. یعنی این قسمت. آره. صفتش نیستش که نگفته مهره پشتی. گفته مهره پشت، این پشته، اینجا این جای بدن اون اسمش پشته. قبوله. پس اسمه. ببین کشتم خودم رو تو بفهمی اسمه مضاف پشت او. او هم که مضاف میشه مزمز، مز میشه مزمز میشه. خب چی می‌خواستید بپرسی؟ اولا که ببین اینا گفتیم نهادن، ممکنه چیه دیگه اون دیدی بعضیا داریم اینجوری حرف میزنن. خب میگن اوغو میشناسمشون بابا. آره بچه باحال شیر و بهر و مهره رو جناس ناقص افسایشی نگرفتی اوغو مون دیدی. خب من جوابشو بدم. آره شما بگو. ببین پسرم یا دخترم، مهر اونور مهره، مهره اولا تو یه دونه او او با هم فرق دارن. آره اینجا او داره، اینم ا اگه داره. تازه مهر و مهر بود میشه جناس ناقص حرکتی، نوهمسان حرکتی. این یه دونه حرکتی داره، یه اضافه هم اینور داره. نمیشه. تازه ببین ما گفتیم آقا، ببین جان و جهان. خب ما گفتیم که آقا من اگر بخوام بیام مثلا این هو اضافه کنم اینجا مجبوری بهش حرکت بدی، مجبورم به حرکت بدم. ولی اینو دیگه مجبور نیستی. اگر مهر و مهره بود افزایش حرفت قبول بود، اگر مهر و مهر بود بازم حرفت قبول. تازه مرداد جان من اینجا یه ا دادم، درست مهره. خب بعد اینجا یه دونه در واقع ا اینجا داره، یه دونه او هم اینجا داره. واقعا هر جوری نگاه میکنم میگم سه تا شد اصلا تغییرات من، به خاطر این من به این جناس ناقص افزایشی نمیدم. اونی که گفتی آقا منتظری، برو اولا لهجت درست کن. خیلی خوب مرداد جان لهجتشو درست کرد. الان درست کرد. این خود من که الان لهجمو درست کردم، اونم درست کرد. نگو آقا منتظری چرا این کار کرد. بر اثر دویدن اختر پایش رد دست داد و زمین خورد و هم آزرده خاطر و ناراحت شد و هم مهره کمرش شکست. بخار روی چایی تیم آقا. یا خدا خیلی بخار روی چایی. بخار روی چایی. بخار روی چایی. آره بخار. من یه چیزا یادم میاد ولی نمیتونم بگم. از این پشت این تریبون قابل گفتن نیست. همون چایی دیگه، بخار روی چایی. بله دیگه. نفس آن دو سه همسال او تنگتر از حادثه حال. وای سلطان اینجاست. چی رو با چی مقایسه میکنه؟ به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم. آشفتگی مو یه چیزه، آشفتگی حال یه چیز دیگه است. این دوتا رو با هم میاره. تنگ تر شدن نفس یه چیزه، تنگ شدن حادثه یعنی اینکه سخت شدن اوضاع. این دوتا چه ربطی به هم داره؟ اینو میاره وسط، اینو به این ربط میده و اینجاست که آرایه استخدام ایجاد میشه. نخوندی استخدامو، کاش که میشد بهت بگم. مرداد مراعات نزدیک دو سه باز دو سه رو آورده. جناس سال و حال. بچه خیلی ساده، از حال سال قبوله،
حالا اینجا رو من چرا جدا کردم؟ بخاطر که چیز آوردم. ببین نکن نفس آن دو سه هم سال او تنگتر از حادثه حال او. سال رو چرا جدا کردی واقعا؟ چون دو بار توی کنکور یک واژه رو به غلط به نظر ما آره غلط نصف کرده بود. من میخواستم تذکر بدم. ببینید این همسال یه واژه. آره یه واژه است. هم سال درست اینجوری نوشته میشه یا اینجوری نوشته میشه، ولی همسال یه واژه است. ما حق نداریم همو جدا کنیم سالو با سال. میخواید مثالش هم بزنم؟ الان یادم اومد کرده بوده. الان یادم اومد. نگاه کن یه واژه طرف دلتنگ بود آقا منتظری، اون ور تو اون مصرع سنگ بود. بعد تنگ این دلتنگ رو جدا کرده بود، تنگ رو با سنگ جناس گرفته بود. این اشتباهه ها، یعنی به زعم ادبا، نه ما که کسی نیستیم، ادبای بزرگ ایران این رو تو جناس نمیپذیرن. این تو کتابای دانشگاهی بری اینو نمیپذیرن، درسته؟ ولی کنکور گرفته، ایشون هم همسال رو با حال گرفته بود. منم نمیخواستم حالو بگیرم. حالو بگیرم این حالو بگیرم چه خیلی دو معنایی دو پهلویی بود. نفس تنگ شدن، آزرده و پریشان شدن. بله. نگاه کن وای خدا خدا. خیلی خوبه. اینم هستین. ببین تنگتر رو بگیم به بچه گناه دارم. این تنگتر یه بار به معنی تنگ شدن نفس میاد، یه بار به معنی تنگ شدن حادثه حال میاد. توی تنگ شدنی که با نفس میاد نفس تنگی، توی تنگ شدنی که حادثه میاد یعنی سخت شدن، در مزیق شدن، قرار گرفتن. تنگ یه بار سخته، یه بار به معنی نفسگیره، درسته؟ این دوتا هر دوتا معنی داره میفته رو تنگ، یعنی همین معنی میده همون معنی. چرا؟ دوتا کلمه رو برداشته به یه چیز پیوند داده. پیوند داده، یه بار از این استفاده کرده یه معنی رو برای این گرفته، یه معنی، یه بار از نفس استفاده کرده یه معنی دیگر رو براش گرفته. یعنی دوتا واژه رو انگار استخدام کرده برای اینکه این دو معنایی بشه و ایهام به وجود بیاره. استخدام نوعی از ایهامه که به خاطر استفاده دو تا معنای مختلف از دو جای بیت ما اینجا رو دو معنایی میبینیم و روی هم بیفته این معنی ها و چشممون دودو میزنه خدا یا اینه یا اینه و میبینی هر دوتاست. عجب من اصلا نمیتونم دیگه درس انقدر زیبایی. نفس آن دو سه همسال او تنگتر از حادثه حال او شد. حیف نیست اینو ما لحاظ دستوری بررسی کنیم. کلن نفس میخوابه. نفس تنگتر است شد. تنگتر میشه چی؟ مستند. از میشه چی؟ بذار از حرف اضافه است. حادثه این وریا رو من آره. درست کنم و تو برون وریا رو. حادثه چیه؟ متمم. متممه. حادثه یه حال، حال اسم دیگه. بله موز. موز. حال او موز. دستورت هم خیلی خفنه. نفس قرار شد نهاد باشه. بعد واجاره ای هم داشت تا همسال او تنگتر حادثه حال او. بله. سه تا ای هم اینجا. نفس آن دو سه همسال او. وا آقا منتظری من یه آن میبینم سات په از نوع اشاره هستش برای همسال. یه دو سه میبینم صفت پیشین همون که گفتیم مثل صفت آره. مبهم عمل داره میکنه. اینم برمیگرده به همسال. همسال, همسال هم میشه مضاف الیه نفس. چرا؟ چون آن صفت پیشین ولش کن، نفس صفت پیشین ولش کن، نفس ا باید اس بعدش بیاد مثلا اینجا یا صفت بیاد. اینو که صفت پیشین هم ولشون کن، اسم اومده همسال اسمه، درسته؟ بله. بچه تازه همسال صفت ها اینجا صفت جانشین اسمه. صفت جانشین اسمه، یعنی بچه های همسال، بچه ها رفته همسال جاش مونده به خاطر این مضافونه لعه. اگر بگیم دوستان همسال یعنی دوستان همسن، این ویژگیش صفتش. ولی وقتی دوستان رو ورداشتیم همسال اومد کلن جای دوستان نشست، این دیگه خودش اسمه. 14,000 بار 14,286 بار
چون من اون 6 و 5ش مونده بودم. نه من حواسم هست. خیالت راحت. نوشتی دیگه. آره بهت نشون میدم. همسال او. او. اینم که بابا این چند بار بوده بعد از امیر بیاد. ببین آقا کن. یه مصرعیه مزمز یه مصرعیه مزمز. ای خدا اصلا دستورتم خفنه. به خاطر این حادثه بعد آن دو سه دوست همسن و سالش غمگین و ناراحت شدن. تمام شد. بریم بیت بعدی استاد جان. دوستاش ترسیدن. نفسشون تنگ شد. حالش بد شد. آن که ورا دوست ترین بود گفت در بن چاهیش بباید نهفت. ای خدا. یاد داستان یوسف افتادم. بریم ببینیم دوست. تازه دوست ترینشون. گفت اینو باید بندازیم تو چاه. کسی نفهم این با ما بازی کرده این اتفاق براش افتاد. چه نامرد. آقا ورا یعنی او را. ورا یعنی او را. ویرا مخفف دقیق ویراه. خب دوستتری صمیمیترین دوست میخوام خاک بر سرت کنم. بن ته عمق ته در بن چاهیش ته چاه دیگه. بن یه معنیش ریشه است. ریشه که نداره چاه. ته درسته. بیس فونداسیون عمق تنیم. اگه میگو بن درخت مثلا به ربط به ریشه و گیاه و نمیدونم سبزی و گلیاش دیگه این در کجا بیاد دیگه. آره. نهفتن یعنی پنهان کردن. قبوله برداد جان. ورق وزنیم آرایاشو ولش کن بینیم سراغ دستور. آن که ورا دوستترین بود گفت یه دوتا جمله در گونه چایش ببود سه تا جمله. قبوله خیلی خوب. آقای منتظری بود. آره خوب. اولا ورا برای او. ویرا تکلیف را رو مشخص کنیم. ببین آن که اینو اصلا کلا خط میزنیم این آن که برای او دوستترین. البته فکر بگیریم قشنگتره. البته میتونیم بگیریم چون میشه صمیمیترین دوستترین او بود. اینه میشه. حالا من اینو آره برای قشنگتره. برای قشنگتره. هر چی که نگاه میکنیم برای قشنگتره. آن کسی که برای او صمیمیترین بود. بله. یا دوستترین بود. خب اسنادیه دوستترین است. صمیمیترین است. پس دوستترین اینجا با هم دیگه میشه چی چی؟ مسند. مسند. قبوله؟ او هم که شد چی؟ متمم. من اینجا بنویسم دیگه. میمته. متمم برای حرف اضافه. برای حرف اضافه است. خب آن که هم یا با هیچ یک هیچ کدام هر یک هر کدام هر که هر چه آن که آن که یه واژه است میشه چی؟ نهاد. نهاد. آن که بود. دوستترین بود. گفت همون آن که نهادشه که حس شده چه چیزی را گفت آقا منتظری دو نقطه برده. گفت در بال چایش بباید نهاد. این جمله را گفت. میشه مفعول فعل گفت. خیلی خوب. از این پشت دور زد که یه دور قمری معلوم بشه که این بال در بال چاهیش بباید. وای من چه فعلی میبینم. بباید نهفتن. علم از سری آقا انه مستری گفت بریم جلوتر بریم چه انهایی پیدا میکنه انه مستری اینا. آره. خیلی این بودا. خب پس کلن این یه فعله آقا منتظری در بون چاهیش بباید نهفت. او را او را در بون چاهی باید این مفعول آقا منتظری. خب پس این شه خالی مفعوله. آها قبوله. او را در واقع میشه مرتبش کنیم آسان‌تر بشه. او را در بن چاهی بباید نهفت. حرف اضافه در بن یعنی متمم. متمم میشه بن چاه. چاه اسم میشه مضاف الی. بباید نهفتن. بچه ها این اگر نهفت بود بباید که خودش یه فعل بود. اینم اگر نهفت خالی مثلا فرض کن که ماضی ساده بود نهفت معنی نمیداد که اصلا باید نهفت قدیم. خب پس باید نهفتن وجه مستریه. گفتم خواهم شدن به بستان هزار بار در مورد این صحبت کردیم. خیلی خوب سوال خواه او را باید در بن چاهی نپرسید. نهفت میخواد نهاد بپرسید. آره. نداره. بله بچه ها این ساختار بهش میگن جمله استثنایی بدون نهاد. آره. تو فعلش یه فعلیه بهش میگن لازمه یک شخصه لازم نداره یک شخص. آقا نهاد نداره. ببین باید آدم شد. آره باید آدم شد. من باید آدم شد. تو باید آدم شد. باید او را نهفت. من باید او را نهفت. تو باید او را نهفت. باید نهفت یه حکم کلیه. نهاد نداره. معلوم نی کی مهم نی کی هر کی رسید باید نهفت. قبوله. خیلی خوب. نهاد نداره. لازمه یک شخص است فعلش و
جمله استثنایی بدون فعلیه که در واقع ما بدون نهاد میگم بریم فعل داشت. آخه جمله استثنایی بدون فعل هم داریم بله داشتیم اصلا تو کتابای کمک درسی هم بود و درسی. بله معنی آن کسی که نزدیکترین دوستش بود گفت باید او را ته چای بیاندازیم و پنهان کنیم. آخ چه دوستی هستی مرده شورت ببره با اون دوستیت که هر چه کرد با من آن آشنا کرد تا نشود راز چو روز آشکار. وای راز و روز آی سلطان تو چی میگی؟ تا نشویم از پدرش شرمسار بکشیمش که از باباش شرمسار نشیم. مرده شور این تفکر تو ببره شرمسار رو بریم شرمسار خجالت زده شرمنده دیگه ولش کن بریم سراغ واجارایی تا نشود راز چو روز آشکار تا نشویم از پدرش شرمسار. واجارایی شرم داره این شه آورده احتمالاً تاکید روی شرم بکنه. آره شرم بکنه خود نیست راز چو روز آشکار رم داره تشبیه. وای ببین اول لاکو تشبیهش راز مانند روز چون چو عدات تشبیه من بیارم اینجا مدادم و من یه مانند میده دیگه. آره این مانند دیوار است راز مانند روز در چی؟ در آشکار بچه شبهش هم آشکار شدن. آره. راز دیگه آشکار میشه روزم که آشکار هست. قبوله خیلی خوب جناس ناقص اختلافی راز و روز یعنی یه بیت شعر ساده میگه 675,000 تا آرایه توش هست تازه چند تاش هم شما نمیتونید مثلا پیدا کنید اینجا. خب بچه های عزیز بریم سراغ کی؟ دستور. دو جمله داری تا نشود راز چو روز آشکار تا راز چو روز آشکار نشود میاد این ور تا نشویم از پدرش شرمسار تا از پدرش شرمسار نشویم. خیلی خب حالا بریم سراغ تیکه پاره کردن اینا. آقا استاد اسناد استاد اسناد اسناد چه ماجرا راز مانند روز آشکار است. خیلی خوب آشکار میشه مسند چی آشکاره راز آشکار نهاد میشه نهاد 452,736 مرتبه خیلی خوب دقت کردیم مرداد یا 6 میگه یا 8 6 میذاریم چو میشه چی چی عدات حرف اضافه عدات حرف اضافه است پس روز میشه چی چی متمم متمم. سوال بعدی چاکرم ارادت داریم خب تا از پدرش شمسار نشویم ما درسته تا ما دو سه تا بچه رو داره میگه ما از پدرش شمسار هستیم. آره او شمسار است ترکونده مسند شد آروم شمسار میشه مسند. خب از حرف اضافه پدر متمم پدرش یعنی پدر او او هم میشه مضاف الی. مرداد بزن بریم به سرعت برق و باد اصلا فکر نکنی آهنگ خاصیه نه این آهنگ مهمی نیست تا این راز آشکار نشود و از پدر او شرمنده نشویم. خلاقیتی نمیتونستیم به خرج بدیم توی معنی عاقبت اندیش ترین کودکی دشمن او بود در ایشان یکی دشمن ها ببین چی کار میکنه دشمن دانا به هر دوست نادان همینا دوست احمق میگفت بندازیم تو چا الاغ ببخشید من معذرت میخوام تازه دوست ترین بود ترینم بود عاقبت اندیش بچه یعنی دوراندیش آینده نگر عاقبت اندیش یعنی دوراندیش عاقبت اندیش ترین کودک. وای کل این یک صفت برترینه که جز صفات پیشینه به کودک میچسبه. خیلی خوبه سلطان به این میگن سلطان سلطان واجره یه باز نکنیم دیگه عاقبت اندیش ترین کودکی بله خب این ای داره. خیلی خب میریم سراغ دستور. مرزا جان دو تا جمله داریم بعضی وقتا برای این که ما بیایم و بیت رو خیلی بهتر معنی کنیم یعنی باید بیایم از دومی معنی کنیم عاقبت اندیش ترین کودکی دشمن او بود در ایشان یکی. خب بگیم یکی از ایشان که دشمن او بود یا یکی از ایشان دشمن او بود که عاقبت اندیش ترین کودک بود. این که رو میبینید بچه ها این که خاص تو چشاش بود حذف شده بود آوردیم کار راحت تر حتی میتونی اینجوری بگی یکی از ایشان دشمن او بود که او عاقبت اندیش ترین کودک بود. حالا دیگه این بستگی به این داره که تغییری هم توی محتوا و توی ساختار اصل کار و نقش جمله تغییر ایجاد نمی‌کنه. خب یه بود دارم یکی از ایشان که دشمن بود دشمن است
دشمن میشه مسند، او هم میشه مز، مضاف و الی. قبوله؟ کی دشمن بود؟ بس این اسنادیش من بنویسم. یکی میشه چی؟ نهاد. از میشه چی؟ حرف اضافه. ایشان میشه متمم. کامل. اینم تموم شد و رفت. خیلی خوب. عاقبت اندیش ترین کودک بود. کی؟ او یا اون یکیه؟ یکیه. خب. عاقبت اندیش ترین بود. خب. نگاه کن. عاقبت اندیش ترین کودک بود. پس باید بگیم او کودک از لحاظ معنایی انگار عاقبت اندیش ترین میخوره، اما عاقبت اندیش ترین خودتون گفتید آقا منتظری صفت عالی پیشینه. درسته، صفت برترینه و صفت پیشینه برای کودک. پس ما اینجا کودک رو مسند باید بگیریم. اینم میشه صفت پیشین از نوع برترین یا عالی پیشینه. اگر دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اینجا میگه یه کودک بود. حالا صفت کودک عاقبت اندیش ترین بوده، صفت پیشین هم هست. نگفته کودک عاقبت اندیش، چون ترینه باید قبل بیاد پیشین بیاد. خیلی این هم هست. مرزا جان المعنی؟ آره اون سر المعانی مرداد دبن احمد غزالی. چون تو غزالی یکی از آنها که دشمن او بود دوراندیش ترین و آینده نگر ترین کودک بین آنها بود. تموم شد. بریم. گفت همانا که در این همراهان صورت این حال نماند نهان. بین این جمع این کاری که داری مخفیانه انجام میدیم بخواه بندازی تو چا نمیمونه ها. بالاخره درز دهن یکی وا میشه و... همانا یعنی قطعا بیشک وازش نمی کنم. یه واجرایی ه داریم همانا همراهان. یه واجرایی نه داریم همانا در این همراهان. اینم هم بازش نمی کنم. خب دوست دارم باز نکنم، خیلی سعادت میگم. اون برم دازه 3-4 چاپش نون نریم. میریم سراغ دستور. گفت دو نقطه. چه چیزی را گفت آیستا؟ من خودم بزنم. خودم بزنم. اجازه میدید استاد؟ استدا میکنم استاد جمعی. خب این کلش میشه مفعول فعل گفت. بله. خب گفت همانا قید. درسته؟ قطعا مگه نبود تنوین داره دیگه. بله. انه قیدیه. آره. این دیگه که در این امرهان صورت این حال نهان نماند. بله. یعنی نمیماند. آره آقا نهان است، نهان نیست. ماندن یه جاهایی خیلی کم معنی اسنادی میده. ببین صورت نهان است، قبوله؟ بله. خیلی خوب، پس اینجا اسنادیه، پسرخاله اسنادیه. نهان میشه مسند، قبوله؟ خب چه چیزی نهان نمیماند؟ صورت این حال. خب ولی صورت اصل کاری است، نهاد. خب، است نهاد ما. این صفت پیشینه برای حال، چون به حال چسبیده. حالا حال چی میشه؟ صورت ا حال، حال اسم بعد از ا صورت اومده، این که کشکه. خب پس این میشه چی؟ مضاف و الی. قول میدم الان پاک میشه. بله. خب همانا که در داریم حرف اضافه، این صفت پیشینه، کشک پس متمم من همراهانه. یعنی در واقع تو اینو نبین، در اومده قبلش همراهان، تو اینو نبین صورت ا اومده، پس این مضافه. اینم به یه روش دیگه 500 تا روش گفت. خیلی خب اینم از این. مرداد جان میریم سراغ آی نه لیزر کرد این کار رو. میریم سراغ آن کودک گفت یقیناً این ماجرا در بین این همراهان پنهان نمیماند. این همانو معنی یقیناً پیدا کرد. از این ما به راحتی میتونیم بفهمیم قید. قیده. قبوله؟ خیلی خوب. اصلا ورش دار، هیچ اتفاقی نمیفته، بیار دقیق تر میشه. خب مرداد جان چون که مرا زین همه دشمن نهند، تهمت این واقعه بر من نهند. شما انداختید تو چاه، بعد مشهورم هستش که من دشمن اینم. آره. بعد قطعا هم این راز پنهان نمیمانه، همه هم همه چی رو سر من میخواد خراب بشه. دقیقا همینه، داریم معنیش کردیم. تهمت داشتیم یه بار آقا منتظری، بدگمانی، نسبت ناروا، بد به کسی دادن. بله. بله. اتهامم در واقع هم خانوادش. واجره یه نیم داره چون که من راز این همه دشمن نهنده. زین همه دشمن نهند، چهار تا یه دونیم و پنجتا بلش کن بسشه. خیلی خوب میریم سراغ دستورش. چون که مرا زین همه دشمن نهند،
آقا دشمن نهند یعنی دشمن میدانند، دشمن نام مینهند. درسته؟ بعد این میرسیم به شما نخوندید. تهمت این واقعه بر من نهند. دو تا نهند یعنی قرار میدهند. بله. نهند یعنی میپندارند. این دوتا با هم دیگه مرداد به نظر فرق میکنه. فرق میکنه. پس این دوتا با هم دیگه جناس تام دارن. ببین چرا واقعا نگاه کن. یه بار دیگه بگم. این نهند یعنی چی؟ دشمن میپندارند. دشمن میدانند، میپندارند. میخوانند. تهمت را بر من نهند. یعنی قرار میدهند. آقا ما تو آرایه ها میتونستیم بیایم بگیم این دوتا با هم جناسه؟ آره دیگه. بعد در این حال این دوتا نهند با هم قافیان. چرا؟ چون اگر بخوان ردیف باشن باید معنیشون هم عیناً هم باشه. پس این شعر یه دشمن و من قافیان، یه نهند و نهند قافیان. به این شعر میگیم دو قافیه یا زو قافیتین زجگه. زجگه. زو قافیتین زجگه. یعنی اینم ردیف نیست. ردیف زمانی ردیفه که کلن تکرار شده باشه لازم معنی از همه چی، ولی این نهند یه چیزه، این نهند یه چیزه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خالی بود. بله خب حالا بریم سراغ تحلیل محلیلش دیگه. مرتضی قبوله؟ بله کاملا. من را دشمن نهند پس من میشه مفعول. خب این چونکه رو که بهش کنید یه چیز حرف اینا حرف ربط زین مخفف از اینه. آره از دیگه. خب یه حرف اضافه است. این همه نقشش میشه متمم. این همه جز اون واژه‌ایه که یه واژه هست. دقت کردی؟ بعد این همه دشمن نیستا، چون که مرا از این همه دشمن میپندارن. از این همه آدم مثلا بوده. این همه کلن با هم چیه؟ یه واژه است. از اومده قبلش. پس این همه میشه متمم. دشمن هم که گفتیم دیگه. دشمن بچه ها مسند لامصب. دشمن میپندارن، دشمن کردن، دشمن ساختن، دشمن نمودن. دشمن به حساب میارن، به شمار میارن، میدانن، میخوانن. نخوندی. او دشمن است، او را دشمن نهند. او را دشمن میپندارن. او دشمن است. دشمن همون دشمنه. پس میشه مسند. تهمت این واقعه بر من نهند. چه چیزی را بر من نهند؟ تهمت را میشه مفعول. تهمت این واقعه، این میشه صفت پیشین اشاره برای واقعه. پس میشه تهمت واقعه. تهمت واقعه اسم میشه موز. بر حرف اضافه من میشه متمم. تمام. وای بر تو، وای بر تو. چقدر زیبا، چقدر زیبا. سعدی تو کیستی؟ چون از بین این همه کودک، گفتم این همه آدم ها، این همه کودک من رو دشمن او به حساب می آورم، پس این پس این اتفاق را به من نسبت می دهند و من به من بدگمان می شوند. بله چه نازی داره به من. زی پدرش رفت و خبردار کرد. زی یعنی سوی. حالا می رسیم انواعی داره. زی پدرش رفت و خبردار تا پدرش چاره آن کار. همین دشمنه دانا بود، عاقل بود، فکر کرد. اولا گفت اینو تهمتش به من میزنن، بعد گفت این کار احمقانه است که تو چاه بندازیمش. عقلش میرسید، رفت سمت پدرش، خبردارش کرد. پدره بالاخره اینو برد توش حکیم و دعوا و اینا کرد دیگه. قبوله؟ خیلی خوب نگاه کن. زی یعنی سویه. همرو. آره زی یعنی سویه. اینجا یعنی سویه. آره سویه پدرش رفت. آقا زی در ادبیات فارسی یعنی زندگی کن. بزی بونه مزارع از زیستن. میدونستی زیه؟ آره. بزی زی بزی بزی فعل امرشه. برو وردار زی. قدیم همین خود جای فعل امر به کار میرفت بونه مزارع. دیرین دیرین ببینی رو و کتاب را خوان. حالا اینجوری میگن. اوله زی زندگی کن. اوله خب کسوت یعنی لباس. خود کسوت لباس پوشش. همه اینا معنی زی. در زی اهل مثلا صلاح در آمد. در لباس اهل صلاح در آمد. قبوله؟ خیلی خب. حالا کار نداریم. آقا یه زی داریم اینجوری. مثل زو. مثل زا. یعنی صاحب دارا. آره. دیدی میگن ذوالفقار صاحب دو دم. شمشیری که دو تا دم داره. یا مثلا ذی‌الحجه صاحب حج. یعنی مایی که توش حج انجام آره، میشه. آره آره. خب این زی یعنی قافیتین یعنی صاحب دو قافیه.
قبوله. زی یعنی صاحب. این که با دالزال نوشته میشه صاحبه. چرا صاحبه؟ چون اینجوری میاد جلو صاحب میشه. دستش اینجوریه دیگه بالا. دالزال میشه صاحب. دالزال. آره. ولی زی که اینجوریه سویه. میخواد بره سویه. بره یه جایی. سر میخوره میره. قبوله. عالیه. شعره تدبیر. آقا چاره آن کار کرد یعنی تدبیری برای آن کار اندیشید. اندیشید. خیلی خوب. مرزا جان بریم سراغ واجره یه ری که اینجا نوشته دلش شده. رضا نیست استاد. بله. واجره ر پدرش رفت و خبردار کرد تا پدرش چاره آن کار کرد. تکرار واژه پدرش رو هم داریم اینجا. پدرش پدرش. بله تموم شده رفت. مرزا جان قافیه اینجا چیه؟ دی پدرش رفت و خبردار کرد. آره خب او را خبردار کرد تا پدرش چاره آن کار را انجام بدهد. این دو تا کردن با هم فرق دارن. نمیخوام حالا بحث کنیم راجبش. پس همین خودش قافیه است. خبردار و کارم قافیه. اینم ذو قافیت اینه. یعنی ردیف نیست این کرد با این کرد. پدرش رفت و او را خبردار کرد. او خبردار است. اینی خبردار مسنده و این کرد فعل اسنادیه که با گرداند و ساخت و نمود آره. و دارد. ولی این و کرد پدرش چاره آن کار انجام داد. معنیش با این فرق میکنه. خبردار انجام داد نیست که. نه درسته؟ خیلی خب. پس این دوتا قافیه. وای چه چیزی. حالا میریم سراغه زی پدرش رفت سوی پدرش رفت خبردار کرد. بله مرداد جان من بزنم برات. رفت استاد جان فعل ما. بله. کی؟ او. اون پسره پسر که نهاده دشمنه. آره آره خواه سویه پدر پدرش. او رفت. اینا حرف اضافه میگیریم. آره زی مثل سویه از حرف اضافه است. پدر میشه متمم. پدرش یعنی پدر, پدر او میشه مضاف الی. خبردار کرد. اولا یه مفعول خاصی تو چشاش بوده که حذف آره. شده. همه اینایی که مسند دارن کرد ساخته بود گردان مفعول خاصم دارن. بوده مثلا او را پدر را خبردار کرد گردان پدر ساخت. خبردار است. او پدر را خبردار کرد. خبردار همون خبر داره میشه مسند. مسند. هر بار باید این درس رو بدم. تا پدرش چاره آن کار را انجام داد. چه چیزی را انجام داد؟ چاره را میشه مفعول. چاره. کی آن کار چاره را انجام داده؟ پدر میشه نهاد. خب. چاره آن یا چاره کار؟ این آن صفت پیشینه برای کار ساد په. چقدر تکرار میشه بچه ها میبینید؟ کارم بشه چاره ای کار. کار اسم میشه مضاف الی بعد از ای اومده. این که کشفه. پدرش هم پدر اوه میشه مضاف الی. این هم از اصلا راز. بزن یه چیزی بگیم. بگو. میبینی؟ هیچی نداره. آره. هیچی نداره. فقط تکرار. تکرار تکرار. یعنی تو قرار نیستش خیلی مطلب خاصی بخوای پیدا کنی. آره. یاد بگیری. محدود مطالبی که بعد یاد بگیرم بچه ها. فقط کافیه تو تمرین کنی. تو جلسه صفر رو نگاه کن. تمرین کنی تمرین کنی تمرین. بچه ها ما خودمون روزی 200 تا اسلاید ضبط میکنیم به طور میانگین. تو هر اسلاید هم به طور میانگین بین 3 تا 5 تا در واقع چیز جمله رو فقط از لحاظ دستوری تحلیل میکنیم. بماند آرایه و لغت و فلان و فلان. خب من میخوام بهت بگم تو میانگین 800 تا بگیم اگه بین 3 و 5 4 رو بگیریم 800 تا بیت ما در روز داریم تحلیل میکنیم. یعنی شما یه مثلا فرض کن دو ساعت دو ساعت و نیم که ادبیات نگاه میکنی 800 تا بیت رو تحلیل میبینی و خودت میتونی پاز بزنی تحلیل کنی و وایسی تحلیل ما رو نگاه کنی. بهترین راه یادگیری اینه پاز بزن. 5 تا مثال که ما حل کردیم بعد 5 تا پاز بزن. مثلا ششمی رو من دارم دستور رو میگم خودت بیا بشی حلش کن. بگو این اینه این اینه این این. حالا ببینم منتظری چی گفته. حالا ببینم مشایخی چی گفته. حله؟ حل. خیلی خوب. به سوی پدرش رفت. به سوی پدر آن پسر رفت و او را از ماجرا آگاه کرد تا پدرش برای آن پیش ما تدبیری بیاندیشه. تموم شد رفت. تدبیری اندیشید دیگه. هر که در او جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است. وای این عقل. عقل این با اون بیت توانا بود هر که دانا بود غرابت و نزدیکی مفهومی داره. نزدیکی معنایی داره. خب جوهر یعنی ذات گوهر اساس. بچه ذات گوهر اساس. من ذات بنویسون بالا ما اون باز نکنیم. چشم. ذات گوهر اساس. حتی بچه تو کتاب کارشون میبینن اونو.
ولی خب بذار کن آرایه هم که دیگه چیز جمله سختی نیست که اصلا بگی آرایه داشته باشیم. اصلا شعر بدون آرایه زیباست لامصب. هر که در رو جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است. خیلی خب حالا هر که در او جوهر دانایی وجود دارد. چه چیزی وجود دارد؟ جوهر 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 میشه نهاد، یعنی جوهر دانایی در هر که وجود دارد. پس اینجوری جمله در هر که وجود دارد میشه گزاره. چه چیزی؟ جوهر دانایی. خب جوهر نهاده در اصل، دانایی چیه؟ وابسته اینه، درسته؟ میشه مضاف الیه. مضاف دانایی اسم دیگه، چون اسم مصدره. خیلی خوب، درم داریم حرف اضافه، او میشه متمم. هر کم که ولش کن، هر که و هر چه و آنچه و اینایی که مرداد یه بار گفته. آره اینا صفت پیشین ندارن ولی یه نقشی داره بهش میرسیم. آره بر همه چیزیش توانایی است. این قدیم میگفتن آقا بر همه چیزی او را توانایی، یعنی است. برای او. آره. اینجا باید حرف اضافه بگیریم، باید حرف اضافه. قبلا میگفتن آقا این را روی مالکیت، یعنی بر همه چیزی توانایی دارد. الان میگن آقا بر همه چیزی. خب خب اش که میشه برای او توانایی، توانایی است. است هم میگیم وجود دارد، همینجور صاف میگیزم وجود دارد. قبوله؟ این فعل ما غیر استادیه. خب توانایی برای همه چیزی برای او وجود داره. توانایی میشه نهاد دیگه. توانایی میشه نهاد. جمله رو اینجوری میگم، توانایی بر همه چیزی برای او وجود دارد. توانایی بر همه چیزی برای او وجود دارد. خیلی خوب. حالا اشه پس چون قبلش برای اومده میشه متمم، چون برای حرف اضافه است دیگه. بله. حرف اضافه این او یا این اش میشه متمم. بر حرف اضافه بعدش متمم میاد، اما همه صفت پیشین مبهمه، پس چیز میشه متمم. بر در واقع همه رو رد میشه، به چیز میرسه. چیز بعد حرف اضافه اومده متمم. خیلی تحلیل خفی داشت. هر که استاد منتظری نقشش موند، ولی هر که در او جوهر دانایی وجود دارد. خب این در هر که جوهر دانایی وجود دارد، جوهر دانایی در هر که وجود دارد. ببین چون این هر که در روه، در از این او همه هر کس. باید بگیم جوهر دانایی، اینجوری اینجوری میتونیم بنویسیم، جوهر دانایی در هر که او. حالا هر که منظور یا در هر که تکرار میشه در او وجود دارد. این شکلیه دیگه. بعضی وقتا فارسی اینجوریه دیگه. جوهر دانایی رو که میدونیم نهاده، خب در خب هر که اینجا دوباره متممه، این همین اوه، در او متممه. و این شکل رو دیگه حالا من نخواستم دیوارش بشم بچه ها نابود بشن. خب بریم. یا تو یه گیر دادی نقشه هر کنم در اولی دیگه. خب بریم واسه اینم حله. حله دم شما کردی اونو. دم شما کردی. هر کسی اصل و اساس آگاهی داشته باشد، آره، او بر همه چیز توانا می شود. بله. میگه شرط توانا شدن چیه؟ دانایی. علم آگاهیه. مفهوم. لازمه توانایی برای انجام هر کاری داشتن علم و آگاهی در آن کار است. علم داشتی خیلی کارا رو راحت میتونی انجام بدی. خیلی خوب. اینم از این. میره تو آقا دشمن دانا که غم جان بود. با این که میگه دشمن دانا، با این که غم جانه، میدونیم این غم جانه، بهتر از اون دوست که نادان بود. نادان بود. ابله بود، احمق بود، کانا بود. مترادفای نادان داره میاره. یالا چرا هیچی نبود اینجا؟ من گفتم یه چیز خوشگه کانا. کانا خیلی خوب. آره یه بیت خیلی معروفی بود. آره یه ولی زیاد داره. واژه‌آرایی نون داره. دشمن دانا که غم جان بود. سه تا نون رو داریم میبینیم. دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. آه هم دیدیم دیگه. تضاد. دشمن دارم، دوست دارم، نادان دارم، نادان دارم، کانا دیگه ندارم. جنازه نامزد افزایشی. آنو جان.
اینم جناس خوبیه اگه بچه ها ببینن. نیاز به قوه بینایی داره بچه ها. آنو جان بچه ها یه چیزی بهتون بگم، دلم نمیاد نگم. نوعشو میخواید بگی؟ آن اینجوریه بچه ها، این جان افزایشی نیست، خدا شاهد افزایشی نیست. نگه یه جیه به اول آ اضافه شده، اگه اینجوری بود این دستشو باید مینوشتیم، مدشو باید مینوشتیم. این آن اینجوریه، این آ همین آه، یعنی من آن رو در واقع حروف واجی که شما نمیخونی متاسفانه باید اینجوری بنویسم، آن یعنی یه همزه، یه آ بالاش، آی اول ادبیات فارسی کلاس اول ابتدایی دروغ بزرگی بوده که به شما گفتم ما آی به نام آی اول نداریم. این همزه به اضافه این آ با هم دیگه تلفظ میشه، یعنی همیشه یه همیشه یه همیشه اولین واج هر کلمه، یعنی می مثل به میگیم بان، باید بی صدا باشه. نمیتونیم ما اول با صدا بیاریم. میگه آقا منتظر آن آباد اینا با صدا، میگن نه اینا یه همزن که بغلش یه آ هست. یعنی میتونیم بگیم آ آ اینجوری میشه آ اینجوری. پس این با ج اختلاف داره. پس جناس ناقص اختلافیه استاد. آره منتظر اختلافیه. بله بله. ولی خب مجبور بودیم به اسم افزایش در از این جناس ناقص اختلافیه، چون نخوندین شما واجو از دوره دوم هم متاسفانه حذف شده. نمیدونم چرا این کارو کردم، من دلم خواست میگه مرداد باز اینکه نمیخواست این قضیه رو واضح کنه نمیشه افزایشی، چون همه بگن یه جه اضافه شده به این دیگه قال او میگن بلدی من بلام تموم شده رن. بعد میگیم این آ هم دیگه آ اول نیست پس میشه اینجوری. نه واقعیتی که به شما نمیگن اینه. تازه واقعیت ماجرا اینه که اصلا بچه نباید بدونه چه نوع جناسی. آره. ناقصیه. همه که تشخیص بده جناس ناقصه بسه. آره تو کنکورم از شما به هیچ عنوان نمیخوان نوع جناس رو مشخص کنه، ولی دانستنش کار را که کرد آنکه تمام کرد. دانستنش هم به خط فکری بچه ها کمک میکنه. ضرب المثل ها کل بیت ببین، ضرب المثل هم داریم. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان. یا میگم دشمن دانا به از دوست نادان. این اصلا کلا ضرب المثله، خود بیت ضرب المثله اصلا. قبوله؟ بله. دشمن دانا که غم جان است، نمیره آقا منتظری است. دشمن دانا که غم جان است. ببین نمیتونیم بگیم دشمن دانا که غم جان حضور دارد وجود دارد فلان. خیلی خوب مرد. دشمن غم است. دشمن میشه چه استاد جان؟ نهاد. غم میشه مسند. اینم فعل اسنادی. حالا غم جان میشه مضاف اله، اسم مضاف اله. اما این دانا ویژگی و صفت دشمنه، پس میشه صفت. حله؟ حله. خیلی خوب. بهتر از آن دوست است که نادان است. بهتر از آن دوست است. آی وای وای اشتباه کردم من. اول بذار اینجوری کنم بعد برگردم. خب این فعل نامرد بود بچه‌ها، کشیدیمش بیرون. استش اسنادیه. خب همین دشمن دانای بهتره. دشمنه حالا دیگه دانش بهتر است. بهتر میشه مسند. از حرف اضافه بعدش متمم داری، اما آن میشه ساتپه. چقدر تک میبینی چقدر تکرار میشه؟ دوست میشه چی؟ متمم. خب که نادان است بهتر از آن دوست. که نهاد کیه؟ آن دوست. آن دوست آن دوست نادان بود. خب پس نادان میشه مسند. مسند بود هم اسناد. فعل اسنادی. بله تا چشاش دراد. چرا اینو گفتم؟ بنده خدا خواهی نکرد مزلو اومده وایستاده دو کلمه اومدن کنار هم. آره. بخونی؟ اصلا مثل این میبوده که این مردشون این دوربین رو ببره. اه اه عجب میزی برو مزخرف اصلا خوردی ها رو سر اشیا سر اینو اشیا خالی کنی. مثلا دشمن دانا که باعث غم و اندوه و جان انسان است بهتر از دوستیست که نادان باشد. تموم شد و رفت. خب بریم سراغ تاریخ ادبیات خوشگل به نام نظامی گنجوی. آقا زنگ تفریح ما تاریخ ادبیات چیزه دیگه. تاریخ ادبیات این آینه نقش تو بنمود راست. یه بیت مال کی بوده؟ آقای نظامی بوده.
آقا پس آقای نظامی در قرن چند زندگی میکرده به نظر تو؟ احتمالا این زاژ رو میخوای بکشی پایین، شاید یه شیشه انگلیسی میخوای بگی شیشه دیگه. بله میخوام بگم همینه دیگه شیشه. ببین یا کن قرن شیش، قرن شیش، خیلی خوشش. آقای نظامی یه روزی خب یه نامه برمیداره مینویسه، شنیده بود اسکندر میخواد حمله کنه. خب داستان تخیل خواست ایران حمله آره. کنه داستان حمله نکرد البته، حمله کرد متاسفانه حمله کرد. آقا داستان تخیلیه، میگه آقا اسکندر میخواسته به ایران حمله کنه، ور میداره یه نامه مینویسه به اسکندر، میگه بابا تو اسکندر زمانی، چرا میخوای به ایران حمله کنی؟ اصلا چرا میخوای به زمین حمله کنی؟ پس این نامش میشه اسکندر نامه. بعد میگه خب به کجا حمله کنم؟ میگه که تو باید برو بالا کهکشونا، به هفت پیکر حمله کنی، به کهکشونا، به ستارگانی که به هفت پیکر موسوم هستن باید تو حمله کنی. و اسکندر مثلا تو داستان تخیل ما حمله میکنه و نظامی هم میگه منم داستانشو برات مینویسم هفت پیکر. پس یه اسکندر نامه مینویسه، یه دونه هفت پیکر مینویسه. خیلی خوب آقا اسکندر میره حمله اینا میکنه به هفت پیکر رو. خب بعد برمیگرده میگه آقا این حال نداد. حال نداد. اینا فتوحات بیرونی بود. اسرار به درون بپردازی. اسرار درون رو به من بگو، اسرار رو بگو. مخزن الاسرار. ای نظامی مخزن الاسرار. خب همونجا نظامی مخزن الاسرار مینویسه. همونجا مخزن الاسرار مینویسه میده بهش. قبوله؟ خیلی خوب. بعد نظامی برمیگرده بهش میگه ولی میدونی چیه؟ اینا اسرار عشق. اسرار عشق تو عل عقلی ها. این اسرار عشق رو من چجوری به تو بگم؟ در باید اسرار عشق رو به هم بگی. میگه پس اسرار عشق پیشه خله، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون. خسرو و شیرین، من از همه خسروها شیرین ها که ما نداریم احتمالا، الان کسی بعد اسم بچه‌ش خسرو نمیذاره، تو پیدا میشم بعد. حالا شیرین شاید داشته باشی، مسخره میکنم لیلی ها، من معذرت میخوام، مجنون هم احتمالا نداره. مجنون خیلی کم. آره دیگه بچه‌ها این 5 تا اثر آقای نظامی و اصطلاحا بهش میگه خمسه نظامی یا آره. پنج گنج. آره اینا پنج گنج یا خمسه است. ببین همون 5 تا کتابشه. آره بهش میگن پنج گنج یا خمسه نظامی. یه بار بریم. بریم آقا بریم. یه بار. پس نظامی قرن چند بوده؟ نظامی اون تازه‌شو میاریم پایین، زاد شبیه شیش انگلیسی میشه قرن 6. فهمیده اسکندر میخواد به ایران حمله کنه. یه نامهش میده. میشه اسکندر نامه. بعد بهش میگه که بابا زمین چرا حمله کنی، برو به هفت پیکر حمله کن. همونجا هفت پیکر رو واسش مینویسه که حال کنه. بعد میگه حال نداد. اسرار درون رو گفت مخزن الاسراری. مخزن الاسراری. قبول هست. دوباره نظامش میگه ببین تو اهل عقلی. آره. اسرار درون، اسرار عشق پیش یه آدمای دیگه است، پیش آدمای خله. خل کیه؟ خسرو و شیرین، لیلی و مجنون. بله. تمام. نه اونجا. اینم از این بچه ها نظامی رو خوب یاد گرفتید تو